اروپایی های شرقی تمدن ایرانی دارای هاپلوگروپ ژنتیکی آروانی هستند. جالب است بدونید که این هاپلوگروپ در اوکراین حتی بیشتر از ایران است. حالا شاید دلیل نسل کوشی و پاکسازی نژادی را بهتر دریابید. نیاز به یادآوری است هاپلوگروپ جی، آروانی، آروان بی، جی تو شالوده هاپلوگروپی مردمان فلات ایران را ساختار داده است. سرشاخه هاپلوگروپ پدری اکثر مردم روسیه آروانی است که همون هاپلوگروپ ژنتیکی ایرانیان باستان است. هاپلوگروپ مشخصه ژنتیکی است که نشان میده نیاکان پدری و مادری یک جمعیت در کجا شکل گرفته است و چگونه پخش شده است. دانشمندان ژنتیک انسان امروزی را به سه دسته بزرگ سفید پوست، زرد پوست و سیاه پوست بخش بندی می کنند. همان گونه که می دانیم ترکان اصیل از نژاد زرد هستند و هاپلوگروپ های پدری ژنتیکی زرد پوستان با نام های CQ شناخته می شوند و هیچ کدام از این چهار هاپلوگروپ در خراسان بزرگ، فلات ایران، میان، رودان، قفقاز و آناتولی شکل نگرفته است. طبق آزمایش‌های ژنتیک معتبر در ترکیه تنها چیزی نزدیک به 8% مردم این کشور دارای هاپلوگروپ‌های مخصوص زرد پوستان هستند. این بدین معنی است که تنها 8% مردم ترکیه در اصل ترک می‌باشند و همگی این ترکان نیز مهاجر به این کشور هستند و هرگز بومی این سرزمین نبودند. آذری‌ها ترک نیستند. دانش ژنتیک و هاپلوگروپ‌ها نشان داده است که مردم آذربایجان با تورک‌های زرد پوست خویشاوندی ندارند و از قوم‌های آریایی و اروپایی، هند و اروپایی هستند. دانش ژنتیک دانشی غیرقابل انکار و بحث برانگیز است. یافته‌های آن مورد تایید دانشمندان جهان است، زیرا تمام مراحل آن در کل آزمایش ثبت شده است. دانش ژنتیکی نشان می‌دهد که یافته‌های ریشه شناسی و دانش زبان شناختی به همراه یافته‌های باستان شناسی همانطور که چندین دهه پیش گفته شد کاملاً درست بوده است. این بدان معناست که زبان تورکی هرگز زبان باستانی آذربایجان نبوده و همچنین انبوه هاپلوگروپ‌های خون مردم آذربایجان مانند فارس‌ها، کردها، گیلک‌ها، سیستانی‌ها و تاجیک‌ها وجود دارد. در واقع اسامی جعلی مانند ملت تورک، ملت کرد، ملت فارس کاملا جعلی هستند. ما فقط یک ملت داریم و آن ملت بزرگ ایران است. بیشتر هاپلوگروپ های مردم ترکیه مربوط به نژاد سفید با هاپلوگروپ جی، آروانی، آروان بی آی هستند. هاپلوگروپ های ژنتیکی آروان یه ویژه اقوام ایر و اروپایی، هند و اروپایی شرقی و هاپلوگروپ های ژنتیکی آروان بی ویژه اقوام ایر و اروپایی غربی مانند مردمان ژرمن تبار آلمان، انگلستان و مردمان لاتین تبار ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، مردمان سلتیک تبار ایرلند و ولز می باشد. بیشترین فراوانی یافت شده هاپلوگروپ آروان بی در میان لورها و سپس در میان گیلانی ها بوده است. برای همین است که در زبان لوری واژه‌های هم ریشه با زبان‌های انگلیسی و آلمانی و در زبان گیلانی واژه‌های هم ریشه با زبان فرانسوی بیشتر دیده می‌شود. پژوهشگران فرانسوی نیز به همانندی بسیار فرم جمجمه گیلانی‌ها و فرانسوی‌ها اشاره کردند. خوشبختانه دانش ژنتیک و دانش فرهنگ و زبان‌های باستانی پرده از اسرار بزرگی برداشته است. زبان‌های سلتی، ایرلندی باستان، ولزی، گیلی اسکاتلند. این زبان‌ها با زبان‌های آوستایی و سنسکریت ریشه مشترک دارند. از لحاظ ژنتیک این اقوام دارای هاپلوگروپ آروان بی هستند. سربها و کلا اسلاف‌ها دارای هاپلوگروپ ژنتیکی ایرانی آروانی هستند و بازماندگان سکاهای ایرانی باستانند که رستم از آنها بود. بزرگترین جنایت کار تاریخ بشری که بیش از 70 میلیون اروپایی را کشت، یهودی و ابراهیمی بود. هاپلوگروپ پدری هیتلر که در تمام اعضای خانواده‌اش در اتریش یکیست، هاپلوگروپ یهودی وان بی بوده است. پیمان آبراهام کوشنر یهودی را به شوخی نگیرید. هدف ابراهیم سازی و نابودی هویت ایرانی با جعل تاریخ است. ایرانی‌ها هاپلوگروپ یهودی یعنی جی وان و ایوان ندارند.